اظهارات و گواهی های افراد حقیقی به ارزش و اصالت گزارش های خبری اضافه میکنه. ولی با چه کسانی صحبت میکنین؟ به اونا چی میگین تا ترغیبشون کنین با شما صحبت کنن؟ چطور میتونید از روایات و مشاهدات اونها استفاده کنید بدون اینکه اونا رو به خطر بندازین؟ مردم میخوان صداشون شنیده و در اخبار جهان منعکس بشه. در این بین وظیفه و مسئولیت اصلی یه شهروند خبرنگار اینه که نماینده رسانه‌ای باشه که میخواد با اون کار کنه. یه شهروند خبرنگار چیزی رو میبینه که دیگران نمیبینن. یعنی زندگی روزمره‌ای رو که برای دیگران عادی و معمولی شده. موضوعی که میتونه نقشی بسیار کلیدی و حیاتی در خبررسانی داشته باشه. ساعت فست مای سنگسر. کو حالت داری افکسی سنگسر نمیاره هست. چون از بین رفته دیم. اطلاعات شاهرگ خبرنگاریه. و مصاحبه ساز و کاریه که از طریق اون خبرنگار اطلاعاتش رو از مردم به دست میاره. این اطلاعات میتونن جزئیاتی درباره رویدادها، نظرات، دیدگاه‌ها و تجارب شخصی باشن. درباره کار صحبت می‌کنی کار که نیست بیایم اینجا تا زور اینجا زور بریم خانه. دست فایلی میچیم. یه روز کار می‌کنی در روز بیکاری میشه ده کارم. سیاستمداران و دیگر رهبران و نمایندگان اونها در مصاحبه‌های مطبوعاتی اطلاعات رو با عموم مردم در میون می‌ذارن و خبرنگاران از طرف مردم سوال‌هایی رو از سیاستمداران و حاکمان می‌پرسن. ببینید ما از ابتدای کار دولت مصاحبه با افرادی که دیدگاه‌های متفاوتی با هم دارن نگاهی دقیق‌تر از موضوع به ما ارائه میده. ارائه دیدگاه‌های متفاوت و حتی متضاد بحث و گفتگو رو درباره موضوعات مهم ترویج می‌کنه. شهروند خبرنگاران با سوال درباره تجربه های شخصی افراد گزارش های خودشون رو ملموس تر می کنن. اونها برای جلب اعتماد و در شروع مکالمه با شهروندان معمولاً درباره خودشون و تجربیاتشون حرف می زنن. وقتی آدم ها تجربه مشابهی رو می شنون شروع می کنن به حرف زدن درباره تجربه خودشون. با این حال بعضی از افرادی که صاحب قدرت و نفوذن از پرسشگری و چالش استقبال نمی کنن. اونها پرسشگری و انتقاد از اقتدارشون رو به روش‌های مختلفی سرکوب می کنن. در آخر این قضیه شما دارید دفاع می کنید و حمایت می کنید این شخص که انتقالاتش صورت می گیره. خیلی ممنون. تو دهن خبرنگار بزنید این پاسخگوییتون های پرمحمدی. یه خبرنگار وظیفه داره که امنیت منابعش رو تامین کنه. حتی اگه خود اون منبع از عواقب کارش واهمه‌ای نداشته باشه. مهمترین دلیلی که افراد مطلع با شهروند خبرنگاران و گزارشگران صحبت می‌کنن اعتماده. بنابراین شاید حتی قبل از رفتن پیش هر منبع مطلعی بهتره تلاش کنیم تا در ایجاد حس اعتماد مهارت پیدا کنیم. حقیقت رو به منابعمون بگیم و با اونها صادق باشیم بدون اینکه به اونها وعده‌ای بدیم که شاید نتونیم برآورده کنیم یا اونها رو درباره خطرات احتمالی کارشون آگاه نکنیم. عدم رعایت این موارد میتونه اعتماد افراد رو خدشه‌دار کنه و باعث بشه اونها دیگه اطلاعاتشون رو در اختیار ما قرار ندن. باید منابعتون رو از حقوق قضاییشون مطلع کنید و خطرات احتمالی ارائه اطلاعات رو براشون کامل و روشن توضیح بدید. از این طریق منابعتون میتونن درباره همکاری کردن یا نکردن با شما یه تصمیم عاقلانه و اثر آگاهی بگیرن. در صورتی که به هر دلیلی قادر به درک خطرات احتمالی کارشون نباشن، حتی اگر به درخواست مصاحبه جواب مثبت بدن، نباید از این موضع سوء استفاده کنید و اونها رو در معرض خطر قرار بدید. باید به خواست‌ها و ترجیحات منابعتون درباره نحوه و زمان مصاحبه احترام بذارین. مثلا شاید منبعتون ترجیح بده که به جای تلفن از طریق یک اپلیکیشن پیامرسان امن با شما صحبت کنه یا توی یه مکان امن شما رو ببینه. اگر این قول رو داده باشید که هویت منبعتون رو افشا نمی‌کنین، باید هویت و اطلاعات منابعتون رو حفظ و نگهداری کنید، حتی در یادداشت‌های شخصی خودتون. هرگز اطلاعاتی رو منتشر نکنین که هویت منابعتون رو افشا کنه. مکالماتتون رو رمزگذاری کنین، فایلاتون رو توی جای امنی قرار بدین و تعداد افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارن رو به حداقل برسونید. میتونید در مطلبی که برای انتشار آماده می‌کنید از نام مستعار استفاده کنید، ولی این نکته رو باید حتما در متن ذکر کنید. در صورتی که یکی از منابعتون مورد تهدید قرار گرفت یا امنیتش به خطر افتاد، برنامه داشته باشید. مثلا اون فرد رو به مکان امنی ببرین
یا با سازمان‌های حقوق بشری تماس بگیرین تا به شما کمک کنن. ایران وایر هم میتونه به شما مشاوره و حمایت روانشناختی ارائه بده. در آخر اینکه اگر فردی که در گزارشتون نقشی مرکزی داره قبول نکرد با شما صحبت کنه چیکار میکنین؟ البته که این حق اون فرده که با شما صحبت نکنه، ولی این موضوع نباید مانع انتشار گزارش شما بشه. شما باید به منبعتون توضیح بدین که چرا براتون مهمه که نظرم رو بپرسید و اینکه مشارکت اون فرد از چه وجهی مطلب شما رو بهتر میکنه. اگر منبع شما همچنان حاضر به مصاحبه با شما نبود، این موضوع رو در گزارش خودتون توضیح بدین. میتونین نظرات منبعتون رو تا جایی که به اون دسترسی دارین منعکس کنید. مثلا نقل قول از دیگر مصاحبه‌های منتشر شده اون فرد یا از اطلاعات و نظرات رسمی اون که در سایت شخصیش منتشر شده. اینطوری میتونین به نحوی صدای اون فرد رو منعکس کنید و گزارشتون هم دقیق و حرفه‌ای بشه.